بدون شرح قسمت 16 هم. این برنامه مخصوص غیر ریستارتی هاست، بچه مذهبی ها، بچه سپاهی ها، مذهبی های شیعه و سنی و دیگر تفکرات و باورهای مذهبی که میتونن این برنامه رو نگاه کنن. در برنامه بدون شرح قسمت 15 ما یک مطلبی رو گفتیم که یک سوالی برای شما تولید شد. در برنامه بدون شرح قسمت 15 ما گفتیم که برای تبدیل حکومت جمهوری اسلامی از شریعت به طریقت، ما میخواهیم کاری کنیم که جمهوری اسلامی رو مثل توزیع المسائل تبدیل کنیم به امپراتوری پارس، یعنی مولوی. و توضیح دادیم که خیلی فاصله وجود داره بین توزیع المسائل و مولوی، و توضیح دادیم که در توزیع المسائل ادیان دیگر با تفکرات دیگر با توزیع المسائل اسلامی درگیر میشن، و به همین خاطر شما بچه مذهبیایی که حکومت دستتونه دشمنهای بسیار زیادی در افق بینشی خود از بعد از خروج از مرز ایران میابید. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی بر اساس توزیع المسائل اسلامی نوشته شده که بر مبنای شریعت و پوسته، به همین خاطر دشمنها در بیرون بسیار ساده میتونن به شما حمله کنن و منطقهایی دارن و یا باورهای دیگری مثل مسیحیت، مثل یهودیت، مثل زرتشتی، یا حتی باورهای جدیدک مثل بهایی، مثل فلان، مثل فلان، یا 120 خورده ساله فرماسیونری، یا هر چیزی، یا گروهای یا تفکراتی دارن که به راحتی به شما حمله میکنن و انقدر این شریعت سوراخ سنبه داره که میتونن این درگیری رو بیارن و در معرض دید مردم قرار بدن و مردم رو خرشون کنن که علیه جمهوری اسلامی حرکت کنن، از این چاه و گول بخورن، جمهوری اسلامی رو با توسط این مردم عوض کنن و تبدیل کنن به جمهوری بهایی، جمهوری زرتشتی، جمهوری یهودی. و به شما گفتیم شما در معرض خطر هستید، اما ما نگرشمون عرفان و تصوفیه، یعنی حکومت امپراتوری پارس، امپراتوری کوروش، امپراتوری افلاطون و سقراط و مولویه، قانون اساسی مال اوناست. به همین خاطر ما تنها ناجی بشریت و شماییم. ما تنها گروهی هستیم در جهان که میتونیم قانون اساسی توضیح بدیم به مردم کره زمین. مثلا در سیاست مردم کره زمین یعنی حکومتاشون و سرانشون و مفسرینشون و قانون اساسی نویساشون در مقابل اپوزیسیون یسار، در مقابل خرد و اندیشه و فهم اپوزیسیون یسار، مثل یک برکه گندیدن در مقابل اقیانوس هند به قول دوستان، یا اقیانوس آرام، خیلی آرام که توش والها میتونه زندگی کنه. پس من الان میرم آلمان رو میگیرم و میشم رهبر آلمان. من تنها کسیم که آلمانی ها نجات میدم، چون در زیر سایه امپراتوری پارس و امپراتوری کوروش، امپراتوری ریسارد، آلمانی ها با هر ایده و تفکری به سادگی زندگی میکنن، پولدار میشن، خوشبخت میشن و کیف میکنن. پس ما تنها راه حلیم و جهان ما رو سانسور میکنه، میگه چون اینا تنها راه حلن. بهشون میگیم 2 ساعت با آقای حسینی برنامه مردم بگن، 2 ساعت با آقای حسینی در مناطق وایس آف امریکا برنامه بده، اولین سوالشونه که شاه بشه. و قشنگترین جمله رو من بهشون گفتم، گفتن شما میخوای شاه بشی؟ گفتم به قول مسیح، تو گفتی که من میخوام شاه بشم.
من میرم توی خیابون به این بقالیه، به اون مهندسه، به این دکتره میگم آیا شما میخواین شاه آمریکا بشین؟ میخندن. چی میگی؟ کسی فکر نمیکنه که اینی که الان مهندس راه ساختن شاه بشه که. پس چرا سازمان‌های امنیتی، سران کشورها، سران ادیان تو فکرشون رفته که حسینی میخواد شاه بشه؟ چون حسینی رو در مقام شاهی دیدن. یعنی ببینید تو مسابقه دو در سطح جهانی یا مثلا در مسابقه فوتبال بین مثلا آس میلان و یوونتوس، کی تا حالا دیدی بره به یه دو نفر تو خیلی دهات بگه آیا شما میخوای یوونتوس ببری؟ بره توی مثلا شرکت مثلا نمیدونم قاریشی بگه، یا مثلا مهندسی راه ساختمان بگه آیا شما میخوای فردا تیم درست کنید و یوونتوس ببری؟ پس چرا موساد، CIA، سازمان امنیت آلمان، فرانسه، روسیه، عربستان، اسرائیل، نتانیاهو، جمهوری اسلامی میگن تو میخوای بری شاه بشی؟ برای که برای این باورم بدبخت داد. حرف مسیح برای اینه، میگه چون من که اگرم بخوام شاه نشم، مسیحی نمیگه، ولی چون تو فکر میکنی که و حال پادشاه کشوری، فکر میکنی که من میخوام شاه بشم و جای تو رو بگیرم، همین فکر تولید شده. پس تو مطمئنی که در کره زمین تنها کسی که میتونه ایران رژیم شروز کنه و شاه بشه حسینیه، و چون دنبال اینی که رضا پهلوی رو به قدرت برسونی ترسیدی، دستجوی کردی تو خودت، میگی سری ساتر رو سانسور کنید چون او میخواهد شاه شود. خیلی زد از کوزه برون تراول هر آنجا درس در فکرش تو اینه. برای همین مسعود بهنود اونو گفت، گفت من رو که دستاد ریاستارتی هست یعنی میخواد شاه بشه و شاهزاده ما هم جایی نداره. یا شبکه من و تو رسمن گفت این میخواد شاه بشه، یا وایس آف امریکا و رادیو فردا. گفتم مسعود بهنود یادتون باشه دشمنم نشه بشه مثل مسعود بهنود با سواد باشه، ارزش داره. من باور کنه اگر در امپراتوری پاس این زنده باشه یواشی بهش پول میرسونم، پولش میام میگم آقا هر جایی که شما بیرون کشور هی به ما حمله کن و هی نقاط ضعف امپراتوری پارس رو بگو. دشمنم داشته باشه حداقل بهش پول بده نقاط ضعفتو درست پیدا کنه. کی گفته؟ ببین چند سال پیش، سال 96 گفت این رضا پهلوی رو حواس، برای همین میونی رفته این برون من نیستش. گفت رضا تمام، شاهزادی وجود نداره، تمام میشه، دستگیری تو شاهزاده تمام میشه، شاه جدید حسینیه، رسانه حسینی هم آمد نیوز. برگردیم به سوالتون. حالا ممکنه تو بچه مذهبی بگی که اوکی، ما چرا اصلا باید بریم دنبال تبدیل وقتی حکومت دستمونه؟ سوال قشنگیه، خیلی سوال عمیقیه، من عاشق سوال عمیق و منطقیه. پس من به شما پیشنهاد دادم بهترین گزینه اینه که بیایید تبدیل کنیم، دست به دست صاحبان جدید بدیم، نامحرم شما رو ترتیبتون رو ندیم، ما تغییر بدیم مملکت و رژیم رو عوض کنیم به صورتی که بتونیم تبدیلش کنیم توزیع مسائل رو به مولوی و جهان رو بروی ما کرنش میکنه، مثل سگ میبینه الان ترسیدن همه کرنش میکنن چون اصلا مولوی نمیفهمن. یکی باید تفسیر کنه مولوی، قانون اساسی امپراتوری پارس باید تفسیر کنه، این علاقه کرده نمیفهمن که من بخاطر دشمن ما بیرون دشمنی نداریم، همونطور که داخل هم دشمنی نداریم. اون وقت اینجا سوال بسیار عمیق شما اینه آقا حسینی، اصلا مملکت دست ما هست، چرا ما باید تبدیلش کنیم؟ این رازو تو نمیدونی پسر خوب. چرا اول انقلاب حجاب اومد؟ چون مملکت اسلامی شد. احمقی. پس چرا حجاب اومد؟ احمقی. همینه نمیدونی. چرا 40 سال موساد، CIA، سازمان امنیتی جهان، رضا پهلوی، فرح دیبا، اپوزیسیون خارج کشور، اصلاح طلبا، هاشمی رفسنجانی راجع به حجاب حرف نزدن؟ یهو 4 سال گذشته همه راجع به حجاب حرف میزنن؟ میخوان رژیم عوض کنن؟ بازم احمق. تا وقتی نفهمی چرا حجاب باید بذاری، چرا حجاب گذاشتن،
و چرا حجاب میخوان بردارن، هیچ وقت اسرار سیاست جهان نمیفهمن. یعنی تا من برنامه نرم بهت بگم چرا اون موقع باید میذاشتن، برات میگردن پس زمانی که حجاب رو در ایران گذاشتن. آیا تو بچه مذهبی میتونستی حجاب رو کاری کنی نذارن؟ بله نمیتونستی. رهبرت رسما گفته همه میدونن حجاب و اصلاح طلبا گذاشتن، حسن روحانی، خاتمی، هاشمی رفتن دیگه. یعنی خمینی تا اومد عباش اینطوری به چرخونه دید روسری سرشون گذاشتن. خمینی گفت چرا همه دارن روسری سرشون میذارن؟ گفتن قربان اماما مردم به فهم اسلام رسیدن، دوست دارن روسری سرشون باشه. خمینی گفت اگه مردم به این فهم رسیدن و ده ها ویدو از رهبرت آقای خامنه ای، امام خامنه ای شما بیرون هست که راجع به حجاب هی گفته آقا چرا حجاب اجباری، چرا باید زور بزنیم حجاب سرتون کنیم. پس رهبر شما در اون موقع اگر راجع به حجاب حرف میزد چکار میکنن؟ بهش تجاوز میگردن. هاشمی، سازمان امنیتی ها، از موساد، CIA، سازمان امنیتی آلمان، فرانسه، انگلیس میریختن بهش تجاوز میکردن. چرا؟ چون رهبر کیه؟ خمینی هم نمیتونست حجاب رو نذاره. پس برمیگردن بهتون به سال 58-59، من رهبرم با شورت هم میام بیرون. برای همین تو اون برنامه توضیح دادم کاری که خمینی میتونست انجام بده، رهبر باهوش، این کار بود که اگر خمینی وارد جماران که میشد یه دختری میومد میگفت سلام قربان باید بدون حجاب، میگفت سلام خوشگلم، حالا چطور؟ دست میداد نمیتونستن حجاب بذارن. پس زمانی خمینی رو آوردن که قبلش نوشتن فلان تاریخ حجاب رو باید بذاریم. میدونید که هاشمی گفت پس یعنی خمینی اومد برای حجاب رو باید بذاریم؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت به این دلایل. گفت این دلایلش کسی دیگه میدونه؟ گفت هیچ کس نمیدونه، مردم کسا نمیفهمن، حتی خامنه ای هم نمیدونه. اما یه فردی هست به نام حسینی بعدها اینو میگه، یه برنامه میدونه که بچه مذهبی ها سرش میکنن تو دیوار. پس کی حجاب رو گذاشت؟ اصلاح طلب ها. چرا گذاشتن و چرا سکوت کردن؟ چرا حالا میخوان بردارن؟ پس نمیفهم. خوشکرم اگه فکر مونه که حکومت از توه، این رئیس اتاق بازرگانی عوض شد؟ هم نشده؟ امروز چنده ما؟ 2 دسامبر، ساتردی 2 دسامبر، ساتردی 2023 عوض نشده؟ قویه بچه ها، بچه مذهبی ها، بچه های مذهبی قدرتمند، بچه های سپاه داره تمام دنیا موشک میفته پرواز نیست، نمیتونه عوض کنه بازرگانی، رئیس صدا و سیما رو نمیتونه عوض کنه. چند ساله داره فیلم سکسی اون پشت تولید میکنه، هنرمند تولید میکنه، قفیه هم تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. این بدون حتی اگر من تمام کره زمین رو دهناشون رو ببندم، فردا صبح حمله نظامی کنم به موساد، موساد رو بگیرم، CIA رو بگیرم، تمام سازمان امنیتی جهان رو بگیرم، آخرش تو از من سوال کنی آیا بعد رژیم عوض شه؟ خود خامنه ایه بعدن همین آقای امامتون میگه که باید رژیم رو عوض کنیم. مطلب فهمیدیم؟ اینو میفهمی خیلی مسئله حل. یعنی چه من الان خاموش کنم برم، چه تمام جهان خاموش کنم برن، آلردی تز و آنتیتز چپا هست. میگفت تخم مرغی میتونه موفق باشه و نیمرو نشه تو روغن، که موجودی در این تخم مرغ از تو تخم مرغ رو بشکونه. اگه تخم مرغ رو یکی از تو بشکونه جوجه میاد بیرون، اگه تخم مرغ رو یکی از بیرون بشکونه نیمرو درست میشه. میشه آقای حسینی بیشتر توضیح بدیم ما فهمیم؟ از بیرون رضا شاه رو آوردن، تخم مرغ رو بیرون چکاندن، اون تبیله شد بعدن. تازه رضا شاه رو ما به قدرت رسوندیم، بعدن توضیح دادیم قبلا.
رضا شاه رو تبعید کردن، از بیرون تخم مرغ شکوندن، مورد چرا انگلیسی گوشن. همون گوهی بود که اتفاق افتاد. محمد رضا شاه برداشتن از بیرون تخم مرغ شکوندن، نیمرو درست کردن، از تو تخم مرغ موجودی از تو نشکن تخم مرغ که جوجه شه. من اون فردی هم که از تو میخوام این تخم مرغ رو بشکنم جوجه بیاد بیرون، جوجه امپراتوری پارس بیاد بیرون، متولد چه دوباره ریستارت کنم کشور رو. صدها سال از بیرون دارن تخم مرغ رو میشکنن، میفهمین؟ از بیرون یکی داره میشکنه، تو میگه واو این با اون فرق داره. میگه چرا؟ میگه این تخم دو زرده است، سکولار دموکرات. میگیم سکولار دموکرات کجا؟ مثلا سکولار دموکرات این همه کشور در جهان. میگیم ها قانون اساسی هر کشوری بر اساس افکار اون کشور ساخته شده. کشوری که 90% مسیحیان، آیا توش میشه سخت جنین رو آزاد کرد؟ میگه راستی نه، تمام دنیا میگن با سخت جنین مشکل دارن، چون حکومت مسیحی هست، حکومت مسیحی مخالف سخت جنینه. بچه میگه روح داره، نمیتونی شما خانم بچه ده بلزی. پس مسیحیت میگه نمیتونی بندازی، مسلمانه میگه نمیتونی بندازی، یهودیه میگه نمیتونی بندازی، زرتشتی میگه نمیتونی بندازی، ادیان میگن نمیتونی بندازی. پس این گروه های مادر قبه کی هن که میگه میتونی بندازی؟ خوشگلم، چه تو بخوای چه نخوای، رژیم ایران طبق یک فرمول های خیلی جدید خاص در جهان باید عوض بشه. از بیرون کسی تخم مرغ رو بشکونه، من قول بهت میدم سکوت میکنم، میشینم، چون اونا میان خوار مادر تو یکی میکنه. ببین الان من سر پرویز ثابتی این همه سند، پرویز ثابتی نمیدونی بدون، برو پیش پرویز ثابتی بگو آقا حسینی میشناسی؟ میگه آیا آقا حسینی اسرار پشت بله شما رو میدونه؟ میگه فکر کنم میدونه، چون یک نفری هست که، یعنی آقا حسینی میتونه ساواک رو قشنگ توضیح بده به مردم. پرویز ثابتی میگه زنده است، زنده است. میگه بله، آقای حسینی در 4 نقطه سنگسر و شهمیرزاد و حجبر یزدانی، حجبر یزدانی اینا اطلاعات داره. آقای حسینی، آقای حسینی توسط یک گروهی اون پشت از فامیلاشون عوی اطلاعات باره داره. و چرا هیچی نمیگه؟ برای اینکه حسینی برای چی حرف بزنه؟ نیمرو داره بیرون شکسته میشه، یهو از این آقای ثابتی برنامه ساختن، الان چپا دارن میزنن خوار مادر سلطنت طلبا، سلطنت طلبا دارن میزنن خوار مادر اصلاح طلبا، اصلاح طلبا زمین میزنن خوار مادر اون اپوزیسیون. من برای چی برم مثلا دارن خوار مادر خودشون سرویس میگیرن؟ میگه احمد هم برات وارد جامی سکوت میگه باوشن. بچه مذهبی عزیز، تخم مرغ بیرون شکسته بشه میکشنت. پس چرا من میخوام تبدیل کنم و تو مجبوری گوش کنی؟ برای اینکه رژیم تو بخوای یا نخوای باید عوض بشه. همینطور که حجاب رو گذاشتم و تو نفهمیدی چی شد، الان رسیدی به یه سنی میگی هاشمی گذاشته، اصلاح طلب ها چرا گذاشتن؟ اینقدر گاو بودی، 40 سال گاو بودی، فکر میگردی که خامنه ای مخالفه. خمینی انقلاب کرد، اسلام آورد. نه خمینی رو بذار کنار. اگر خمینی میومد اسلحه‌اش رو برمی‌داشت پیش اینجای هاشمی، میگم من حجاب رو نمیخوام اجباری کنم. به خمینی تجاوز میکردن، که کردن، کشتن، دیری که کشتنش. قانون اساسی در جهان 3 قسمته، اگه نشنیدی بشنو تا برنامه‌شو برم. قانون اساسی عرفاست که بسیار نادره، نمونش رو فقط در آمریکا میشه دید، که شما الان بگوید مرگ بر اسرائیل، نمی کشند. ولی شما برو تو آلمان بگو مرگ بر اسرائیل، به تجاوز بکنه. همین آلمانیه بدتر جمهوری اسلامیه. بابا جمهوری اسلامی، من با آقای اون مجری تلویزیونی که با هم بودیم تو یکی این برنامه ها، اون ریش داشت دیگه، اون ریش داشت، من بدون ریش بودم. تهیه کننده برنامه ما گی بود، ما رو برده بود لباس بخره به این ریشوه که مجریه بود، میگفت میچرخی ببینم، اونم خجالت میشه جلوی همه مردم، همه اونده که لباس بیرون داشته نگاهش میکردم، میگفت بچرخ دیگه، بس کاظم از این زاویه خوبیه. کاظم اینجوری بود، مسئولین مملکت این همشون گی هم.
صدا و سیما تکنولوژی گیان جونسای بهترین گروهی که میتونه گیا رو آزاد کنه. خوش کرده من تو آلمان ترتیبت میدن. تو فکر کنید که تو آلمان شما میتونید راجع به مثلا فن اسرائیل حرف بزنید. حالا من نمیگم خوب یا بد، دادم توضیح میدم. آزادی عمل اینجا اینا متوهمن. یعنی نتانیاهو خوش رو ترامپ میبینه، واقعا متوهمه. فکر کنید آمریکا اسرائیل شبیه ما دموکراسی داریم، آمریکا هم دموکراسی داره. اینجوری فکر میکنن، میگه آمریکا دموکراسی داره، ما هم دموکراسی داریم، پس ما مساویم. چون در 25 میلیارد و 558 یک وجود داره و چون در دوی من یک وجود داره، پس ما مساویم. حالا از چون مساوی هستین، چون قانون اساسی امپراتوری پارس تو آمریکا نوشته شده. آدامز رو برو بخون، برو ابراهام لینکن رو ببین، برو توماس جفرسون رو ببین، برو این همه 5-6 تا آدم مهم در آمریکا هستن که دموکرات‌ها وقتی اسمش میاد عصبی میشن. اونها قانون اساسی رو از تصوف آوردن نوشته توش، یعنی قانون اساسی که من در سراسر جهان راجع به سیاست میتونم راجع حرف بزنم. و یه قانون اساسی داریم مال عرفاست، یک قانون اساسی طبق هر عملی عکس العملی وجود داره مساوی و خلاف آن. یعنی چیزی حدود در کره زمین چیزی حدود 4-5 هزار نفر در تمام ادیان و اینا که من نشستم اینجا 4-5 هزار نفر وجود دارن که قانون اساسی امپراتوری پارس و عرفان رو بلدن. 5 هزار نفر وجود دارن که ضد خدا و بشر و اسلام و یهودیت و مسیحیت و ضد عرفان هستن. کاری هم ببخشید میگفت ضد عرفان نه ادیان، ضد عرفان هستن. پس این 5 هزار نفر میخوان اینا رو بخوشن. بقیه مردم بدبخت دین دارن، مردم که دین دارن دین رو تولید کردن برای اینکه با هم دعوا کنن دیگه. یعنی یه سنی به نام صدام میکنن رهبر شیعیان عراق، همه هم اینجوری هم. همینطور به خواهر مادر این شیعه سرویس میکنن. یک بهایی رو، بهایی ازلی رو میکنن امیر کبیر ایران به نام هاشم رفسنجانی. مردم خرهش به اسلام فش میده. فرمولای ساده مثلا چند هزار سال پیش ما رو عرشن نوشتن. هر کشوری در جهان حزبی رو راجبش حرف میزنه این بیناموسه، چون حزبی وجود نداره. حزب سکولار دموکرات یعنی این که ببینیم مسیحی ها چی میگن، چون هر کشوری اکثریت داره، اسمای احزاب هر چی میخواه بذاره بذاره. این اکثریت برای اینکه قیام نکنن، یک حکومت باید سوار این اکثریت خر بشه. به همین خاطر قانون اساسیشو 70% بر اساس اینا می نویسه. یعنی توی مثلا آلمان نمیان بگن که مثلا هر کی دلاشو تو روکو چوب بهن تو باسنش، ببخشید تو عربستان، برای تو آلمان میگه اسلامیه دینیه. دعوا هنوز همه سر ادیانه، فقط این ادیان بعدش به حکومت رسیدن برای اینکه تو رو خر کنم. میگم من سکولارم، این سکولارش چه دموکرات تام شد، همشون شبیه هم. پس جمهوری اسلامی همون جمهوری دموکرات مسیحی آلمان. خب کدوم قانون اساسی؟ با این برنامه رو تموم میکنم. پس نمبر 1 رژیم باید عوض شه. هیچ کاری نمیتونی بکنی، تو فرار نکن، فرار نمیتونی بکنی. من میتونه بگه حسین جان برو کنار بشین، مثلا نتانیاهو به من گفت حسین برو آقا، حالا خواهرش رو عوض، مادرش رو عوض، چشاش رو عوض، گوشاش رو عوض، همه چیز رو نمیده چیکار کنه. برنامه بعدی راجع به کنترل روم میخوام توضیح بدم که نتانیاهو باید چیکار میکنه. هنوز هم سکوت کردم. من 7 اکتبر که خواب بلند شدم گفتم با هر موساد سی آی ای اینقدر شعورش میرسه چیکار کنه. 7 اکتبر چون چیکار نکردم گفتم ای موساد احمقا. 8 اکتبر گفتم دیگه میفهمن، یه روز خرن، یه روز با من فاصله دارن. 8 اکتبر گفتم حتما این دو تا کارو میکنن. دل کردم. 9 اکتبر گفتم آقا حسین یعنی اینا اینقدر باور، مگه میشه این همه سیاستمدار، این همه کارشناس، این همه تحلیلگر، یعنی هنوز ناتیرو نمیده باید این کارا رو انجام بده؟ گفتم حتما امروز انجام میده. الان 2 دسامبر 2023 گاو روز نمیفهمن چیکار کنه. این جنگی که به سادگی میتونم جمعه نابود کنه بلد نیستن چیکار کنه. میتونم سرش این گاو فرقی آفاش اینجور سوزن بزنی همه ترکیدن. باید باهوش باشی، تیم باهوش دورشون نیست، چون باهوش ها همه سانسورن در جهان. یه دونه پرزیدنت باهوش اومده به نام ترامپ یه انجی سرویس کرده، سانسوره، همه سانسوره، همه میشه لب نمیگونه.
و همه خاطر اونایی که باهوشن پشت ترامپ همه موشه وایسادن. ناتن میگه کمک نمیکنی؟ میگه بیا کمک کنیم. مگه بایدن به جوله باشه چطوری جو فکر کنه فیلم زنن چیه ریگان بازی میگرده جو برو برو انجام بده. نمبر وان رژیم چه تو بخوای چه نخوای، چه آلمان باشه چه تمام اپوزیسیون رو من میبندم، پرده تلویزیونشون همه رو میبندم، رژیم باید عوض شه. قانونه، اتفاقاتی داره میفته و یک سری قوانین داره به وجود میاد که قانونه، باید شلوارت بکشی بالا فرار کنی، از چپ داره سیل میاد، از بالا داره شهاب سنگ میاد، از پایین داره زلزله میاد، قانونه، شلوارت بکشی بالا فرار کن، وایسی یا آب میبرد یا آوار بریزه تو سرت، میفهمی؟ امنیتی نداره که برم تو خیابون، زلزله میرم تو خیابون، سیل داره میاد. قانونی وجود داره در جهان که دنیا اونایی که باهوش های جهان میدونن منظور رژیم رو عوض شه. پس اول عوض بشه، انتخاب تو چجوری دوست داری عوض بشه، تبدیلش کنم یا برم تغییر. دو، خارج از کشور این مشکل دارن، خارج از کشورم این موضوع رو میدونن که من میدونم، یعنی خانوم سرکار شهبانو، شهربانو مریم رجبی اینو میدونه، میدونه آلردی بهش گفتن رژیم باید عوض شه، اگه میتونی تو کاری بکنی تو ملکه، همه میخوان ملکشن و پادشاهش منطقیه. به رضا پهلوی برای همین 3 ساله قبل از سقوط بود ماهیگیری میکرد، پرید وسطتون همه در جریان، تو در جریان نیستی. حالا پس اوکی آقای حسینی فهمیدیم قانون وجود داره که رژیم ایران باید عوض بشه، برای همین شما میگی به ما یا تبدیل کن. خب پس تغییر کجا؟ چرا باید بیرون از کشور به تو کمک کنه؟ برای اینکه این میلیاردها دلار هزینه کردن، سرشون رفت تو کولشون، رژیم عوض نشد، طرح ندارن. الان فقط یه دونه پنجره است، پاهای من از پنجره بیرون برای بوسیدن آقایون آمده است. آلردی اپوزیسیون خارج از کشور برای تغییر مجبور رو پاهای من بیفته. اگر میبینی تا حالا نیفتاده بود برای اینکه فکر میکرد میتونه تبدیل کنه. پس شما آخرین نفری هستید که پیشنهاد تبدیل رو میدید، قبلا رضا پهلوی تبدیل رو پیشنهادش داده. مگه نگو با سپاهم، مگه نگو سپاه عزیز، مگه هاشمی رفسنجانی نبود، مگه پسرش نبود، اونا دنبال تبدیل بودن، خوش کرده. حالا ببینید اون میخواست تبدیل کنه نشد، مجاهدی میخواستن تبدیل کنه نشد، موساد اومد تبدیل کنه نشد، ایساد اومد تبدیل کنه نشد، زردوت اومد تبدیل کنه نشد، CIA نتونست. همه بعد الان برای بدونم تبدیل میتونم. ببینید اونا همه به گوه نشستن، یک کشتی رو گوهشون داره حرکت میکنه، میتونم کشتی ما حالا فهمید چرا تو تغییر اینا به من محتاجه؟ تر ندارم اهل چیز دربیسه، به صورت ناتانیو نکن، خواهش اینجا به رضا پهلوی نکن، گل سرسبتشون استر بسیار اینجا نکن، همش اینجا. اگر یه روزی در خونه تو وا کردی رو پنجره رو برودی دوتا پا بیرونه، بدون پای منه، برای بوسیدن ایناست، اینا پای منو بوس کنن اسخایی کنن، میریم سراغ تغییر. ما میگفتیم شاه و رضا شاه و ساواک همشون ضد یهود بودن، نفرت دارن از یهودی ها، قبول نمی کردن. بعدش حالا پرویز ثابتی اومده گفته متاسفانه ساواک و ما هممون عاشق هیتلر بودیم و نازی رو دوست داشتیم. یاد یه داستان افتادم که یه نفر
مولا نصیری میگه. یه نفر وایساده بود، یا خود مولا نصیری وایساده بود، یکی از بیرون اومد بهش گفتش که مولا این خرت به من میدی میخوام برم شهر بغلی؟ مولا گفت خرم خونه نیست، بغل بهت میدادم. همون لحظه از تو تویله خره شروع که عرعر کردن. یارو گفت مولا مگه نگفتی خرت مسافرت کنه؟ بله. گفت باید صدای خره داره میاد که. گفت متاسفم برای تو که خره رو صداش قبول داری، من که رفیقتم حرفای من قبول نداری. حالا قضیه شماست. هر وقت پنجره تو با کردی دور تا پا بیرونه دیگه دنبال تبدیل نباشه، بدون اون پاها رو میبینی که دارم بوس میکنم، بدون بازی تموم شده است. حتما باید بایستی من و تو بگه پادشاه بعدی حسینیه. بعد بیفتی رو پام سید، مثل اون علاقه که زنگ زده بود میگه آقا حسینی بنا ببخشید پشت سر شما غیبت کردن، گفتم شما کلاه برداری، میبخشی منو؟ گفتم کجا فهمیدی؟ گفت دیروز تلویزیون ایران یه برنامه رفت گفت آقا حسینی کلاهبرداری نکرده، به مردم پول میداده، به فقرا پول میداده. گفتم تو چه اولاقی هستی بی‌ناموس. گفت فوش میدین چرا؟ گفتم برای اینکه تو آخرم حرف من رو قبول نکردی، میگم خرم نیست، حرف صدای خره رو قبول کردی. خود جمعه حسابی گفت من کلاهبردارم، قبول کردی به من پشت سر من حرف می‌زدی، حالا هم از برنامه‌های من نفهمیدی که من کلا بردارگی بودم، بعد تلویزیون داشتم که الان میگی چون جمهوری اسلامی گفت که شما کلا بردار نیستی، یعنی صدای خره رو قبول کرده. رژیم عوض باید بشه، هیچ کارش نمیتونی بکنی، اگر تبدیل انجام ندی کشته میشی و اون پلن من که ریختم که میفهم و بیرونم به ما محتاجم بدبختم. بیچارا باور نمیکنی که باورت نمیشه اصلا که تنها کسی که داره تلفونا رو قطع میکنه منم. دنیا یادت باشه تو برنامه های کنترل روم گفتم دنیا به دو دسته تقسیم میشه، بیزینس پلن و پلن. هر وقت که کلمه بیزینس رو از هر پلنی تو زندگیت خارج کردی، اون روز تو مسیحی. مطمئن باش رو آب راه خواهی رفت. هر زمانی که کلمه بیزینس رو از بیزینس پلن حذف کنی، مسیح تولید می شود. چون مسیح تنها کسی بود که برای زندگیش پلن داشت، نه بیزینس پلن. ازدواج نکرد که دختره رو ماچ کنه یا بچه دار شه. پس کسی که ازدواج میکنه واسه بچه بیزینس پلن داره، دنبال اینکه بچه دار شه. و کسی که بچه دار میشه به این فکر میکنه بچه‌م بزرگ میشه، ازش لذت میبرم، کیف میکنم، میذارم بالا بازی میکنم، وقتی که بزرگ شد پول در میاره به من کمک میکنه. این بیزینس پلنه. نماز میخونی، روزه و خمس و زکات برای اینکه بیزینس پلن داری، میگی اینجا اینجوری کنم اونجا دخترها رو بده. روزی که آمال و این 700 هزار نفس سرکشی که وجود داره رو بکشی در خودت، اون وقت دیگه برای بیزینسی با خدا و روزگار و مردمت معامله نمی کنی. اون وقت میشه یک لیدر قدرتمند که بیزینسی لای پلنی نداری، برای آگاهی و خرد مردم تلاش میکنی تا اندیشه اینها رو بیدار کنی. دنبال بیزینسی لای پلنت نیستی، اون روز تو مسیحی. بیزینس رو از پلنت، بیزینس رو از بیزینس پلنت خارج کن تا یک پلن بماند. اون پلن ناجی تو خواهد بود و اسم اون پلن هست مسیح. به درود میفرم.